به نام خدا خوش اومدید به کانال خودتون من دکتر روی هستم و امروز میخوام در مورد داروی دوکسپین باهاتون صحبت بکنم و اطلاعاتی در مورد این دارو باتون با به اشتراک بذارم قسمت اول قسمت معرفی اینتروداکشن این دارو هستش اسم این دارو دوکسپین هستش و با نام تجاری رازو دوکسپین توی داروخانه های کشور به فروش میرسه رازو دوکسپین یکی از نام های تجاری این دارو هستش و این دارو با نام های تجاری دیگه هم شناخته میشه کلاس این دارو این دارو متعلق به گروه آنتی دپرسن ها یا داروهای ضد افسردگی هستش و یوز از استفاده این دارو برای دپرشن افسردگی این بیخوابی و انزایتی استراب ازش استفاده میشه قسمت بعدی قسمت مکانیزم اف اکشن یا نحوه عملکرد داروی دوکسپین هستش هنوز مشخص نشده که دقیقا داروی دوکسپین چه نوع مکانیزم و چه نوع عملکردی رو درون بدن آغاز میکنه و عملکرد خودش رو چجوری اعمال میکنه ولی دوتا تئوری مطرح میشه یکی که اولی برای حالت بیخوابی یا اینزومنیا هستش که وقتی که این دارو استفاده میشه این دارو به صورت آنتاگونیست رسپتورهای H1 هیستامین به این رسپتورها متصل میشه و وقتی هم که این دارو استفاده میشه چون از سد خونی مغزی عبور میکنه یک حالت CNS دپرسن یا کاهش فعالیت های دستگاه عصبی مرکزی منظورم مغز هستش رو ایجاد میکنه و یک حالت خوابالودگی رو برای شما ایجاد میکنه و حالت بیخوابی رو رفع میکنه برای شما و برای قسمت بعدی هم که این دارو برای افسردگی استفاده میشه وقتی که این دارو استفاده میشه باعث افزایش غلظت سریتونین و نور اپینفرین توی فضای سیناپسی درون مغز میشه و از بازجذب سریتونین و نور اپینفرین توسط نورون‌های پیش سیناپسی جلوگیری میکنه و یک حالت ضد افسردگی یا آنتی دپرسنت رو برای شما اعمال میکنه قسمت بعد قسمت فارماکوکاینتیکس این دارو یا تاثیراتی که بدن روی داروی دوکسپین میذاره هستش با اویلیبیلیتی یا فراهم زیستی این دارو 29 درصد هستش و پیک پلاسما تایم این دارو یا زمانی که این دارو به ماکسیموم غلظت خودش توی پلاسمای خون میرسه دو ساعت طول میکشه متابولیسم این دارو توسط لیور یا کبد انجام میشه و هالف لایف یا نیمه عمر این دارو 6 تا 8 ساعت هستش و اکسکریشن دف این دارو هم معمولا به صورت یورین یا ادرار از درون بدن دفع میشه قسمت بعدی قسمت دوزش فرم یا اشکال داروی داروی دوکسپین هستش خب این دارو به صورت قرص 10 میلی گرم و 25 میلیگرم و کپسول های 10 میلیگرم و 25 میلیگرم توی داروخانه های کشور موجود هستش که میتونید تهیهش بکنید اینجا تصویر داروی دوکسپین 25 میلیگرم گرم ها براتون گذاشتم که به صورت کپسول های این دارو هستش میتونید مشاهده بکنید این دارو رو قسمت بعدی قسمت دوز کانسپشن یا دوز مصرفی داروی دوکسپین هستش همونجور که براتون قبل گفتم در قسمت قبل گفتم این دارو برای دپرشن اینزومنیا و انزایتی که به ترتیب منظورم افسردگی بیخوابی و استراب هستش استفاده میشه برای دپرشن که افسردگی هستش دوز آغازین که برای شما پزشک تجویز میکنه 25 میلی گرم در هر روز هستش و معمولا هم به صورت تدریجی این دوز افزایش پیدا میکنه و بازه زمانی مصرف هم برای شما 5 تا 7 روز هستش بعد از اون پزشک از شما درخواست میکنه که دوباره بهش مراجعه بکنید تا دوز این دارو رو کم کم افزایش بده ماکسیمم دوز هم برای این حالت 150 میلی در هر روز هستش برای این زمنیا یا بیخوابی 10 میلی گرم از این دارو به صورت خوراکی 30 دقیقه قبل از اینکه به رخت خواب بریم برای شما تجویز میشه و ممکن هم هستش که دوز این دارو به 25 میلی گرم قبل از اینکه به رخت خواب برین هم افزایش پیدا بکنه و برای انزایتی و استراب هم 25 تا 50 میلی گرم از این دارو به صورت خوراکی یک بار در روز میتونه تجویز بشه توسط پزشک و برای افرادی که استرابشون شدیدتر هستش به درجه در درجات بالاتری قرار داره 150 تا 300 میلی گرم از این دارو هم ممکنه که توسط پزشک برای شما تجویز بشه. قسمت بعدی قسمت آلترناتیو دراگ یا داروهای جایگزین داروی دوکسپین هستش. داروهای مثل آمیتریپتیلین، ایمیپرامین، سرترالین، سیتالوپرام، استیتالوپرام و فلووکسامین از داروهایی هستند که میتونید به عنوان جایگزین های داروی دوکسپین ازشون استفاده بکنید. قسمت بعدی قسمت ادورس ایفکت یا عوارض جانبی مصرف داروی دوکسپین هستند. عوارضی مثل خشکی دهان، تاری دید، یبوست، بیخوابی، سردرد به حالت تعوی و حالت تعوا و تعواز عوارض جانبی مصرف داروی دوکسپین هستند. قسمت بعدی قسمت دراگ اینترا یا تداخل داروی دوکسپین هستند. داروهای مثل سرترالین، زولپیدم، سیتالوپرام، فلووکسامین، فلوکسیتین و ام او ها از داروهایی هستند که با داروی دوکسپین تداخل دارویی دارند. چون که این داروهایی که براتون گفتم خودشون یک حالت ضد افسردگی و ضد بیخوابی رو اعمال میکنن پس نمیتونن با داروهای دوکسپین همزمان و در یک بازه استفاده بشن. پس بهتره که از مصرف این داروها همزمان با داروی دوکسپین خودداری کنید. قسمت بعدی قسمت وارنینگز ها اختارها یا توصیه های مصرف داروی دوکسپین هستش معمولا داروی دوکسپین بعد از بازه زمانی دو تا سه هفته تاثیر خودش رو اعمال میکنه و یک حالت بهبودی رو برای شما ایجاد میکنه پس بهتر در بازه زمانی که این دارو مصرف میکنید صبر داشته باشین به تجویزات پزشک گوش بکنید تا این در این بازه ای که شما این دارو مصرف میکنید این دارو تاثیر خودش رو اعمال بکنه و افسردگی بیخوابی یا استراب شما رو دفع بکنه در قسمت بعدی از کارهایی مثل رانندگی کردن یا کارهایی که نیاز به تمرکز بالایی داره در حین انجام اون کار بهتره که داروی دوکسپین رو استفاده نکنید چون که ممکنه یک حالت خوابارودگی یک حالت ای رو برای شما ایجاد بکنه که ممکنه برای شما خطرناک باشه. در قسمت سوم از مصرف الکل و فرآورده های الکلی همراه با داروی دوکسپین خودداری بکنید چون ممکنه که عوارض شهیدی برای شما همراه داشته باشه و حتما هم باید وقتی که میخواین از این فرآورده ها استفاده بکنید با پزشک خودتون مشورت کنید در قسمت بعدی که قسمت آخر این بخش هستش معمولا برای جلوگیری کردن از عوارض ترک مصرف این دارو معمولا پزشک این دارو رو به تدریج برای شما دوزش رو کاهش میده و به تدریج باعث میشه که این دارو برای شما قطع مصرف بشه و این دارو اصلا نباید به صورت یک دفعه و آنی قطع مصرف بشه و معمولا هم پزشک این دارو رو برای شما طی هفته های مختلف دوزش رو کاهش میده تا این دارو عوارض ترک شدیدی رو برای شما به همراه نداشته باشه قسمت آخر که قسمت پرگنسی ان لاکتیشن یا ردبندی مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی هستش پرگنسی کتگوری این دارو توی ردبندی سی قرار میگیره و این دارو حتما باید تحت نظارت پزشک و با احتیاط مصرف بشه و لاکتیشن که شیردهی ای هستش این دارو حتما باید با احتیاط مصرف بشه خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین من دکتر ربی هستم و محتوای شبیه به این دارو یا داروهای دیگه براتون میسازم اگر از کانال من راضی هستید میتونید کانال من رو سابسکرایب بکنید و اگر سوالی برای شما پیش من در مورد این دارو یا داروهای دیگه میتونید اینجا کامنت بکنید من در اسرع وقت بهش جواب میدم مرسی که همراه من هستید